سلام، امیدوارم حالتون خوبه. خوش باشه. توی یه ویدیو قبلی، یکی از ویدیوهای قبلی راجع به گاراژ سیل گفته بودیم. اگه ندیدید برید اینجا ببینیدش، توی دسکریپشن هم میذارم. توی این ویدیو میخوام مدل دوم دادن وسایل به دیگرون رو بگم که توی این مدل پولی رد و بدل نمیشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم ادامه ویدیو. اینجا توی تورنتو، توی کانادا، توی فصل تابستون، توی فصلی که هوا بهتره، بیشتر کمتر توی زمستون، یه کاری مردم میکنن. این که وقتی میخوان از شر یه سری وسایلشون خلاص بشن و یا ارزش آنچنانی مادی نداره یا حوصله فروختنشون ندارن، فقط میارن میذارن دم در و مردم میتونن بیان، آدما اگه به دردشون میخوره مجانی اونو بردارن ببرن. این یه فرهنگه که وقتی من از یه وسیله‌ای دارم استفاده میکنم و دیگه اونو احتیاج ندارم، اگر به درد بخور باشه یا حتی به درد نخور هم باشه، میذارمش دم به در. شاید همون به درد نخورم با یه تعمیر کوچیک، با یه بالا پایین کردن، یه وسیله به درد بخور درست بشه و به درد یه آدم دیگه بخوره، به جای اینکه اونو از بین ببرم یا ازش سودی ببرم و بفروشمش، میذارم دم به در، نفر بعدی میاد برمیداره و استفادهش میکنه. حالا موقعیتی که اون وسیله رو هم گذاشتن البته مهمه ها. الان همینجوری که میبینید این ور چمنه، وسط پیاده روه، این ور هم یه چمن دیگه است. این بخش حیات خونه هاست که پراپرتی شخصی شونه. اگه تو این بخش وسیله گذاشتن شما نمیتونید ورش دارید، ولی اگه روی این چمن گذاشته باشن، این بخش مال شهرداریه و یه چیز عمومیه. معنیش هم اینه که توی 99.5% موارد معنیش اینه که اون وسیله رو گذاشتن که کسی که لازم داره ورداره ببره. بعضی موقعا برای اینکه شما مطمئن باشید روش یه اتیکت هم میزنن، یه کاغذی چیزی هم مینویسن میزنن که فری. گفتم اینجوری هم نیست که همیشه مثلا چیزای به درد نخور و قدیمی و داغون باشه. یه سری چیزا رو فقط چون احتیاج ندارن میذارن بیرون. مثلا یادم روزای اولی که اومده بودیم کانادا، یه جا داشتیم کار میکردیم، یهو دیدیم که یه سری آدم دارن میدونن اون دست خیابون، برق کشیدن از ساختمون نیمه کاره که داشتن کار میکردن، برق کشیدن تا اون دست خیابون، که چیه، که یه تردمیل گذاشتن بیرون اونو تست کنن. تردمیل هم سالم و اوکی بود، سریع ورش داشتن. اینایی که داشتن تو ساختمون کار میکردن متوجه شدن و برداشتن گذاشتن توی وانتشون که ببرن. میگم همیشه همین نیست که به درد نخوره، یه وقتا خیلی چیزای خوب توشون پیدا میشه. بدترین چیزی هم که اصلا نباید سمتش برید توی اینجور وسایل، وسایلی مثل دوشک و ایناست، چون که میذارن توی این چمنا مطمئناً پر از جونور میشه. همه جور وسیله ای هم توشون پیدا میشه، از مبل و میز و صندلی و میگن تردمیل و همه چی، حتی مثلا مانیتور، پرینتر، همه چی توی این وسایل پیدا میشه. و اون 0.5% هم که گفتم مجانی نیست، اون درصدیه که 99.5% مجانیه. شما میبینین توی این بخش شهرداری گذاشتن وسیله رو، ولی روش
کاغذ گذاشتن و قیمت زدن یا نوشته که اگر میخواید زنگ در خونه رو بزنید. برای اونا باید پول بدید و بخریدشون اگر میبینید وسیله به دردتون میخوره. اینم یه فرهنگ اینجا که دیدم قشنگه و گفتم شاید بد نباشه براتون بگم. به درد مخصوصا اونایی که تازه اومدن و دلار براشون خیلی گرونه، هنوز گرون تمام میشه و نمیتونن خیلی همه وسایلو بخرن، هم خیلی میخوره. شاید خیلی ها خوششون نیاد، ولی واقعا خیلی ها هم از این فرهنگ اینجا استفاده میکنن. ایرانی خارجی هم نداره، همه آدمایی که میان اینجا از این چیزا بعضی آقا استفاده میکنن و خیلی چیزای به درد بخوری توش پیدا میشه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین، ممنونم که با همون هستین. اگه کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون هم بفرستید. به امید آزادی ایران، زن زندگی آزادی.